بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی ها اصرار دارن امام زمان رو ببینن، دوست دارن که 40 تاشو به چهارشنبه ببرن جمکران یا در عراق برن مسجد سهله، یا خیلی دلش میخواد امام زمان رو ببینن. البته دیدن امام زمان یک لطف الهیه، یک کماله، خدا انشاءالله قسمت همه ما بکنه. اما ما وظیفه‌مون نیست که دنبال امام زمان رو بتونیم ببینیمش. میگه در صدر اسلام مردم دنبال پیغمبر بودن که پیغمبر ببیننش. اونی که مهمه اینه که پیغمبر حرفاشو بشنون، گوش بدن، حال چه ببیننش چه نبیننش. مسئله امام زمان برای دیدن نیست، برای اطاعت شدن. ما راجع به امام سه تا مسئولیت داریم: یک، معرفت، دو، مودت، سه، اطاعت. وظیفه چهارم نداره. معرفت بشناسیمش، مودت کمالاتشو بدونیم، بهش عشق ببرزیم به عنوان یک الگوی انسان کامل، اطاعت هم کنیم. گفته آقا وقتی که دست دوم من نمیرسه مجتهد عادل جامع شرایط، مجتهد جامع شرایط که همون ولی یه فقیهه، این نزدیکترین آدم هاست به امام زمان. یعنی یه عمری گناه نکرده، یه عمری در فکر رضایت امام زمان بوده، یه عمری تو علم و تحقیق و اخلاص و عبادت بوده. این نزدیکترین راهی است که ما میتونیم دل امام زمان رو به دست بیاریم، از اینکه اطاعت کنیم از ولی فقیهمون. به هر حال این مسئله هست که اصرار نباید داشته باشیم برای اینکه من آقا رو ببینم، و یا اگر یه چیزی رو تو خواب دیدیم یا تو بیداری دیدیم با نظریات خودمون تطبیق بدیم که این سید بزرگواری که به خواب ما اومد لابد امام زمانه، لابد چیه، لابد چیه. ما این تطبیقا هم حق نداریم بکنیم، حق هم نداریم برای امام زمان ساعت تعیین کنیم. ممکن امام زمان هفته دیگه تشریف بیاره، ممکن 5000 سال دیگه هم نیاد. به ما گفتن اگر کسی میگه امام زمان کی میاد اونو تکذیب کنید. ما اجازه نداریم برای امام زمان وقت تعیین کنیم، نمیدونیم کی میاد. و اونی که مهم است اینه که آیا او رو میشناسیم، به او علاقمند هستیم، فرماناش رو اطاعت میکنیم، نواهیش رو دوری میکنیم. این که مهم است برای ما اینه.